از دید ما هنوز آرتشبولد عصاری نخست وزیر کشور بود و همونطور ارتش در خیابون ویلان و سرگردان بود، به خاطر اینکه ارتش آمده بود که جلوی ناآرامی ها رو بگیره، ولی خبر می رسید که پادشاه دستور داده است که سعی کنین کسی کشته نشه. برای این صحنه خیابان ها صحنه یک جنگ نابرابری بود، مردم گل می زاشتن در لوله تفنگ و شعار، و به این ترتیب ارتش داشت آرام آرام از هم می پاشید ولی در این حال آب می شد. توی همچین احوالی تلفن کرد آقای دکتر آموزگار به من، سیروس آموزگار که از استادای قدیمی ما در روزنامه‌نگاری بود، و خبر داد که تا یک ساعت دیگه در منزل دکتر شاپور بختیار. دکتر بختیار ما میشناختیم، پسر سردافات خان بختیاری که پدرش رو رضا شاه کشته بود و چند تا از عموهاش رو، درس خونده فرانسه بود، همسر فرانسوی داشت، حقوق خونده بود و بعد هم اومده بود به ایران، رفته بود در دادگستری و به خصوص در وزارت کار فعال شده بود، مدیر کل کار، امروز میگیم کار امور اجتماعی خوزستان شده بود، در دولت دکتر مصدق به عنوان یک جبهه ملی ملیگرا، به همین جهت هم بعد از کودتا 28 مرداد دستگیر شده بود، با بقیه رفته بود زندان و در زندان به شهادت بقیه خیلی مقاومت کرده بود و خیلی محکم سر موضع خودش ایستاده بود، و همچنین هم خوشنام بعد از 2 سال از زندان آمد بیرون، در زندان با بازرگان، با دکتر شایگان و بقیه ملیگرها و به خصوص با داریوش فروهر که او هم حقوق دان بود نزدیک بودن با هم دیگه. بعد از اون دیگه هر روز لوموند خونده بود تا رسیده بود به این نقطه‌ای که شاه صداش کرده بود و بهش گفته بود که دکتر صدیقی و آقای سنجابی دبیر کل حزب جبهه ملی قبول نکردن دولت تشکیل بدن، شما بکنیم. اون هم گفت بود باشه. این در حالی بودش که او در 17 شهریور یک جمله گفت که در لومون تیتر شد، روز گل و گریه، با این رژیم دیگر آشتی نمیشه کرد. مخصوص رژیم پادشاهی بود، ولی رفت قبول کرد از پادشاه که این در عهدش قرار بگیره و در این زمان این آهن داغ در کف دست او قرار گرفت. شرطش و پادشاه این بود که حالا که اصرار دارید که از کشور خارج شید بمونید، من به سبک دوران رسم مشروطیت و دکتر مصدق و پدر بزرگم که او هم نخست وزیر بود، یعنی سمسان سلطنت بختیاری، رأی اعتماد از مجلس بگیرم. شاه هم قبول کرد، آهن داغ در دستای شاپور بختیار پادشاه رفت.